و باز درباره مصر اما خارج از آن کشور در بروکسل وزیران امور خارجه اتحادی اروپا در جلسه استراری در مورد چگونگی پاسخ خود به وضعیت ناآرام مصر به بحث و گفتگو پرداختند برای آگاهی از جزئیات بیشتر گفتگو می کنیم با همکارم بیژن فرهودی در لندن آقای فرهودی حاصل جلسه امروز چی بوده؟ همونطور که بسیاری از کشورهای عضو مایل بودن اتحادیه اروپا اقدامات تنبیهی خودش رو نسبت به حکومت مصر معطوف به روابط نظامی کرد و موافقت کرد که پروانه صدور هر گونه تجهیزاتی رو به مصر که ممکنه برای سرکوب معترضین مورد استفاده قرار بگیره به حال تعلیق در بیاره این تصمیم ساعتی پیش توسط خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شد بسیاری از وزیران از جمله آقای هیگ وزیر خارجه بریتانیا معتقد بودند که بیشتر مستی ها طالب دموکراسی هستند و از این رو نباید کاری کرد که به اونها لطمه وارد بشه و یا حمایت از اونها قطع بشه به همین دلیل اتحادیه از قطع کمک های اقتصادی که مردم مصر از اونها منتفع میشن اجتناب کرد به گفته خانم اشتون اتحادیه اروپا عمیقا خواستار حمایت از مردم آسیب پذیر مصر یکی از گزینه ها برای اتحادیه تعلیق مجموعه کمک های بود ارزش 5 میلیارد یورو شامل کمک بلا عوض و وام که اتحادیه در نوامبر 2012 برای مصر تصفیب کرده بود مجموع کمک های نظامی اتحادیه به مصر حدود 140 میلیون یورو در سالی که در مقایسه با کمک های که آمریکا به مصر میکنه که حدود سالی یک میلیارد یورو هستش مبلغ ناچیزی خب آیا اتحادیه اروپا میتونه با چنین اقداماتی به حل بحران در مصر کمکی هم بکنه؟ اون چیزی که مسلم اینه که اتحادیه میخواد پیام محکمی به رژیم مورد حمایت نظامیان در قاهره بفرسته اما به گفته یک دیپلمات اروپایی عملگرایی و واقعبینی باعث میشه که کشورهای عضو اتحادیه موضع نرمتر در پیش بگیرند موقعیت اتحادیه اروپا را در این جریان میشه به یک نوع بندبازی سیاسی تشبیه کرد ایجاد توازن بین نشون دادن واکنش زیاد از حد و به اندازه کافی واکنش نشون ندادن به این معنا که اگر زیاد از حد واکنش نشون میداد ممکن بود باعث خشم رهبران نظامی مصر بشه راه های ارتباطاتی بین اونها بسته بشه اگر هم اقدام کافی در واکنش به خشونت ها به عمل نمی آورد این برای وچه اتحادی اروپا بد بود و اتحادیه متهم به این می شد که ششمای خودش رو به روی اقدامات سرکوبگرانه رژیم بسته وزیر خارجه سوئد به انگام ورود به جلسه امروز موج خشونت و سرکوب در مصر رو بی خواند و گفتش که این مهمه که اروپا علیه این وضعیت سخن بگه بدون شک امیدواری اتحاد اروپا و شخص خانم اشتون اینه که بتونن با اعتماد سازی در میان جناهای مختلف سیاسی مصر به یافتن یک راه حل سیاسی کمک بکنن خانم هشتون قبلا یک بار به مصر سفر کرده با مرسی دیدار داشته و امروز هم گفت که اگر مصری ها از او بخوان حاضر مجددا به اون کشور سفر کنه و برای کمک به حل بحران تلاش بکنه سپاسگزارم بیژن فرهودی از توضیحاتی که دادید